سلام خدمت دوستان عزیز، برنامه پرشن هندیمن رو میبینید. امروز میخواییم با همدیگه ماسکای جوشکاری معمولی بازار رو بررسی بکنیم. چندین مدل ماسک جوشکاری رو براتون آوردم که یک مدلش به صورت کلا ماسک است و بقیه مدلها ماسکای معمولی هستن، یعنی ماسکایی هستن که دسته دارند. اجازه بدید همین ابتدا این ماسک همراه با دستگاه جوشکاری چینی میاد رو بندازیم کنار، چون حضور این ماسک یه توهینی هست به بقیه این ماسکا. این ماسکی که میبینید به ماسک تک پلاس معروفه، این هم به ماسک نشکن معروفه و این هم ماسک اخوان هست که من خودم ازش استفاده میکنم. دسته رو باید به این شکل وصل بکنیم. یادتون نره که هیچ وقت به تنهایی از شیشه ماسک استفاده نکنید، همیشه قبلش از یه شیشه معمولی استفاده بکنید، بعد شیشه ماسکتون رو بذارید. خب این ماسک نشکن هست، من که خوشم اومد، جنسش هم خوبه، هم دسته محکمی داره، شیشهش هم سر جاش سفت و محکمه و لغ نمیزنه. و این هم ماسک تک پلاس هست که از نظر اندازه بسیار بزرگه و خیلی جالبه. دسته ماسک هم به این صورت هست که باید به این شکل نصب بشه. این شیشه‌های سفیدی که خدمتتون عرض کردم تو ابزار فروشی‌ها نهایتاً 1000 یا 2000 تومان قیمتشون. فرقشون با شیشه‌های معمولی در ضخامت بسیار کمشون است. خب به این صورت باید نصبشون بکنیم. اول شیشه سفید، بعد هم شیشه ماسک. این مدل هم به نظرم بسیار جالبه. یک مقدار شیشهش البته لغ میزنه. این هم ماسک اخوانه که من مدت هاست دارم ازش استفاده میکنم. و این هم کلا ماسک. اگر توان تهیه کلا ماسک های اتومات رو ندارید، این کلا ماسک های معمولی بسیار کاربردی هستند. خب دوستان عزیز، اگر من بخوام بین این چهار ماسک جوشکاری یکی رو بهتون پیشنهاد بدم، رتبه اول این کلا ماسک معمولی هست. رتبه دوم ماسک جوشکاری تک پلاست به خاطر بزرگ بودنش و رتبه های بعدی ماسک جوشکاری نشکن و ماسک جوشکاری اخوان. خب دوستان عزیز، اگر تجربه ای یا اگر پیشنهادی در مورد کار با این ماسک های جوشکاری دارید، حتما زیر همین ویدیو کامنت بکنید. دوستانی هم که برای اولین بار دارن برنامه های ما رو میبینن، یادتون نره که حتما کانال پرشن هندیمن رو سابسکرایب بکنید. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. هر جایی که هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.